تک تک شما بینندگان عزیز تلویزیون جهانی آریانا افغانستان. شهلای پوپل بعد از گذشت تقریبا دو ماه باز هم در خدمت شما قرار دارم و امیدوار هستم که برنامه امروز مورد توجه و علاقه شما قرار بگیرد. و قبل از همه، قبل از اینکه من به معرفی برنامه بنشینم، قبل از همه برای تمام مردم افغانستان تسلیت میفرستم به خاطر زلزله یا آفت‌های آسمانی که در یک هفته گذشته در شهرها و ولایات مختلف افغانستان رخ داد، به خصوص زلزله بسیار خطرناکی که بسیار زیاد خسارات مالی، جانی و بدبختی های فراوان را به دنبال داشت و ما به تمام رفتگان طلب آمرزش دارم و برای خانوادهشان صبر میخوایم و همچنان شفای عاجل به تمام زخمی ها آرزو میکنم. و همچنان باید بگویم که سیلاب هایی که در 8 شهر افغانستان به وقوع پیوست و همچنان در چیزی که بسیار زیاد عجیب بود، چیزی که من شنیدم در مورد برفباری در این فصل گرمای تابستان در جاهایی که حتی در زمستان برف نمی بارید، مثلا در ننگرهار، در بامیان و بعضی جاهای دیگه که برفباری های بسیار شدید شد که توانست که حاصلات را از بین ببره، که من بسیار متاسف هستم به این حالت که افغانستان در چی حال روزهایی را سپری میکنه که مردم حتی غذای خود را ندارن، حتی مکان ندارن و امروز به هزارها نفر از بین میره و خانه ها خراب میشن و این خودش بسیار یک بدبختی بزرگ است که به تمام دنیا و اما به خصوص برای مردم افغانستان در این شرایط بد، در این شرایطی که اصلا در افغانستان مردم، اطفال در معرض مرگ قرار دارن و مردم خانه نمیان و مردم از گرسنگی میمیرن و یا ای که خانواده ها خودکشی میکنن دسته دسته برای نبود مواد غذایی. این خودش بدبختی هایی است که برای من بسیار عجیب است که خداوند متعال در این وقتی که چی حالت است در افغانستان، این آب و هوا چی تغییرات کرده، در حالی که در تغییرات اقلیم باید هوا گرمتر شد به خاطر کاربن دی اکساید، اما برعکس فصل سرما در جاهایی که اصلا برف وجود نداشت برف باریده و این سیلاب ها و ژاله بسیار خطرناکه که در سمت شمال افغانستان در سرپل، مزار و یا بدخشان و شهرهای دیگه که صورت گرفت که بسیار زیاد مواشی و حیوانات و زمین ها و تمام حاصلات اینا را از بین برد. این تماما بدبختی ها و آفات آسمانی است که به افغانستان نازل شده. نمیدانم، من تسلیت قلبی به تمام مردم افغانستان تقدیم میکنم و عرض میدارم و آرزو دارم که کشورهای دنیا کمک های خود را برای افغانستان ادامه بتن و کوشش کنن که کشورهایی که تا به حال حتی کمک نکردن، امیدوارم کمک های زیاد برای افغانستان در این قسمت ها برسن. مردم افغانستان بسیار زیاد در خطر مرگ و میر هم از نگاه نبود غذا و هم از نگاه نبود مکان و هم از نگاه فعلا زلزله و آفات آسمانی هستند. و ما آرزو میکنم که مردمی که در امریکا هستند، مردم های افغان، کوشش کنن که اگر
هر نفر در امریکا یک خانواده را اسپانسر شوند، میتونن بازم یک کمک بزرگ بر مردم افغانستان شوند. و ما میتونیم هر روز مثلا یا حداقل هفته یک بار که ما رستوران میریم، اگر امی کمک های خود امیر یعنی پول اضافی که مصرف میکنیم، اگر کوشش کنیم که امورا صرف جویی کنیم و کوشش کنیم که برای مردم افغانستان کمک های بشری بکنیم. این به نظر من بسیار زیاد مهم است. ببینید ما روزانه هفته وار ما نه چقدر پول مصرف میکنیم و بیرون رفتن، رستوران یا به هر جایی که مصارف اضافی داریم. اگر کوشش کنیم که این پولا را یکم ذخیره کنیم و بفرستیم به مردم افغانستان، هر خانواده یا هر کسی که انفرادی یا خانواده در داخل افغانستان اسپانسر شوان، یک کمک های بسیار بزرگ است. هم در امریکا، در اروپا، هم افغانایی که در خارج از افغانستان زندگی میکنن. فکر کنم این مسئولیت ما، یک مسئولیت ما است برای اینکه مردمی که در داخل افغانستان هستن نه تنها هموطنان ما، بلکه ما باید اونا رو مثل اعضای خانواده فکر کنیم. به هر حال بدبختی هایی که در افغانستان و سوی دیگه میبینیم که در حکومت افغانستان هنوزم میبینیم که مسائلی که من دو هفته پیش بسیار زیاد تشویش داشتم به خاطر او، مثلا موضوع زنا که هنوز هم مکاتب بروی دخترانی که بعد از صنف ششم است باز نشده و اگرچه هنوز هم انتقادات دنیا به سوی طالبان است و حکومت طالبان است، اما آنقدر اینا مشکلات با خانما دارن که هر نوع مشکلات را قبول میکنن، اما نمیخواهند که برای خانما یک فرصت کاری و فرصت تحصیل وجود داشته باشه. به هر حال بینندای عزیز، ما میخوایم که یک ویدیو اول به شما تقدیم میکنم و با هم یک جا میبینیم. بعد تبصره باش. زمین لرزه شب گذشته در پکتیکا و خوست بیش از 1000 قربانی گرفت و همچنان بیش از 1500 تن دیگر را زخمی ساخت. این زمین لرزه یکی از مرگبارترین رویدادهای طبیعی در دو دهه پسین در کشور خوانده می شود. این زمین لرزه افزون بر تلفات جانی، زیانهای هنگفت مالی را به مردم محل وارد کرده است. در این میان مقام های محلی پکتیکا می گویند که این زمین لرزه که نیمه های دیشب رخ داد، زیان های هنگفت مالی را در ولسوالی های گیان، برمل، نیکه و زیروک بر جا مانده است. به گفته باشندگان محل در این رویداد بیش از 700 خانه ویران شدند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث می گوید که در ولایت های پکتیا و خوست بیش از 920 تن جان باختند و 600 تن دیگر زخم برداشتند. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در 8 ولایت کشور 10 تن جان باختند و 2 تن دیگر زخم برداشتند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث میگوید که همچنان از اثر این سیلاب ها 500 منزل مسکونی تخریب شده و فراورده های 3500 جریب زمین از بین رفته و 1000 مواشی تلف شده است. بخش های از ولایت بامیان امروز گواه برف باری بود. این برف باری ها باشندگان بامیان را شگفت زده ساخته است. برخی از کشاورزان در بامیان میگویند که برف باری و آمدن باران در این فصل زراعت و باغداری آنان را در برگ و بار رسیده است، زیان های را در درختان مثمر آنان وارد نموده است. ریزش برف در فصل تابستان در ولایت بامیان کم پیشینه دانسته می شود.
خب بینندگان عزیز، قرار که شما دیدین این بدبختی هایی که در افغانستان امروز است، ببینین بسیار مشکل است تحمل کردنی و همچنان من بسیار تعجب میکنم که چطور امکان داره که در تابستان در شهرهایی که اصلا هیچ همیشه گرمی بوده، چطور امکان داره که او هم در تابستان برف باری شود؟ و یا ژاله که بسیار شدید و بسیار دانه های ژاله بسیار بزرگ در شمال افغانستان و این سیلاب هایی که در 8 شهر افغانستان واقع شده، در این حالی که هنوز ما میبینیم که در چند شهر افغانستان جنگ هم ادامه داره، مخصوصا که یکی از کسانی که از برادران، یعنی از قوم شریف هزاره، یک کسی به نام مهدی، دستیار مهدی، که ای در زمان کرزه یا آقای غنی نظر به یک جرمی که گفتن اختطاف کرده بود به زندان رفت و بعد از اینکه از زندان بیرون شد با طالبا یک جا شد، که یعنی یکی از طالبا بوده. اما زمانی که طالبا آمدن ایره در قسمت مزار یا شمال افغانستان به یک سمت ایره مقرر کردن و بعد ایره از کار سبکدوش کردن. بعد ای در مزار یک گروپ را با خود جمع میکنه، یک جام میکنه و در مقابل طالبا می جنگه. و که قراره که خبرها رو شنیدم که در شمال افغانستان در حدود 40 طالب را کشته و یک تعداد زیادی از قوم هزاره یک جا شدن با اینا و قراره که شنیدم اگر واقعیت باشه که یک تعداد از حزب جمعیت و حزب جنبش هم با یک جا شده و اینا به مبارزه خود شروع کردن. و همچنان قرار کشیدم، خب در سالنگ هم بسیار برفباری شده و راه عبور و مرور را مسدود کردن. خب این وضعیت افغانستان به کجا خواهد کشید؟ آیا افغانستان واقعا صلح و ثبات خود را دوباره به دست میاره؟ آیا وضعیت افغانستان دوباره به یک حالت نرمال میآید؟ ببینید، امروز درست است که اگر طالبا میگویند که ما صلح آوردیم در افغانستان، خب ما میبینیم که انفجارات بسیار زیاد شده و همچنین میبینیم که در شمال افغانستان هم جنگ و در بعضی نواحی هم جنگ است و ای که ای به کجا می انجامه؟ خب ایره ما همه می دانیم که اگر ببینین طالبا وقتی که آمدن اینا وعده کردن برای مردم افغانستان که ما ایجوکیشن، ما ببخشین موضوع تعلیم و تحصیل را برای خانما، برای همه ما را باز می گذاریم و همچنان در مورد میدیا، در مورد یعنی آزادی میدیا، آزادی بیان، همه چیزا اینا وعده هایی دادن. اما امروز تمام این وعده های اینا بازم هیچ شده. وعده های اینا پس مثل گذشته اینا بازم موضوع زن ستیزی است و وعده هایی که کردن هیچ کدام میشه اینا یعنی به پابند نبودن. و ای که هر قدر که طالبا بعد خود پابندی نکنن یا به مردم فشار بیارن و یا موضوع تعصبات در مقابل زنا و همچنان اینا وعده کرده بودن که یک حکومت همه شمول اینا می سازن، یعنی همه شمول به نظر طالبا یک مفهوم دیگه داره، به نظر ما مفهوم دیگه داره. به نظر ما همه شمول یعنی که از احزاب مختلف، از جریان های مختلف باید یک جا باشن،
یعنی و هم از اقوام و از اقوام مختلف. اما طالبا فکر میکنن که از اقوام مختلف اما همه باید طالب باشن و مولوی باشن و یعنی از مردمای تکنوکرات و روشن فکر نباشن. خب این خودش هم یک ضربه بزرگ دیگه است که به طالبا وارد میشن. خب اگر اینا واقعا هوشیار باشن، انتقاد پذیر باشن و اینا واقعا بخواهن که در افغانستان وعده های خود را بکنن، یک حکومت همشمول و حق برای خانما بتن و مسائل آزادی میدیا، آزادی بیان اینا را در نظر داشته باشن، من فکر نکنم که آنقدر مشکلات بیشتر و بیشتر شد و یا ای که کشورهای دنیا امروز که به رسمیت نمیشناسن برای که برش اعتماد ندارن و اعتمادم غلط است برای طالب، داشتن اعتماد برای طالب برای ای که به هیچ وعده خود اینا عمل نکردن. خب این موضوع موضوع یکی و موضوعی که امروز خب همیش به این ارتباط داره. اول دنیا ای رو به رسمیت نشناخته، دنیا میگه که باید برای حقوق زن، آزادی بیان، همه اینا را باید طالبا در نظر بگیرن، در حالی که نگرفتن. حکومت همه شمول یکی از چیزایی بود که از شروع گفته شده بود و اینا بازم روی تمام عهد خود پا گذاشتن. خب و بدبختی امروز مردم نان ندارن، امروز مردم به حالت بدبختی قرار دارن. آیا این حالتی که در افغانستان آیا به نفع طالبان است؟ از یک نگاه بله. برای چی؟ برای اینکه اینا میدانن که اگر مردم در فکر شکم خود باشن، در فکر ای که گرم باشن، اینا نمیتونن که وقتی ایره ندارن که قیام کنن یا سر صدا بالا کنن، چون اینا همه به فکر غذا و نان، به فکر ای هستن که زنده بمانن. بنان اینا نمیتونن که کار بکنن و طالبا هم به این حالت خوشحال هستن، برای اینکه مردم نمیتونن. من وقتی که مردم به حالت گرسنه، بی خانه و بدبخت باشن، اونا چطور میتونن که از حق خود دفاع کنن؟ اونا چطور میتونن که در قسمت مسائل سیاسی اینا استاد شون و یا ای که یه خیزش مردمی صورت بگیره؟ این خودش یک حالتی است که طالبان طبعا شاید به این حالت خوشحالم باشن. برای همیست که کمکایی که داخل افغانستان میرفتن اینا نمیخواستن که از $200 بیشتر برای مردم داده شود و اینا قانون ساخته بودن که باید کمتر از 200 باید برای کسانی که از بیرون از افغانستان پول به داخل میفرستن بیشتر از $200 نباشن، چون اینا میترسن وقتی که مردم شکمشان سیر شد، وقتی که مردم خانه و جای داشتن، بنابرو به فکری هستن که باید وضع حالت مردم بهتر شد، یعنی از نگاه سیاسی. بنابرای است که شاید این حالت به نفع طالبا هست و همچنان باید بگویم که خب قبل از اینکه به همه چیز بریم، میریم در مورد ایژوکیشن ببینیم، در مورد تحصیلات از یک سو انگلستان ای که باید تحصیل برای دخترها هر چی زودتر باید فراهم شود، اینا صحبت هایی کردن و گفتن که و همچنان در مورد بعض کمک هایی که اینا خودشان گفتن که می آین داخل افغانستان و کمک ها خودشان برای مردم افغانستان کمک میکنن و همچنان خب و همچنان از طرف انگلیس گفته شده که در داخل افغانستان تازه گروپ های تروریستی شروع کردن که قد علم کنن و یا شروع شده فعالیت ها. بنابرای است که اینا میخواین که داخل افغانستان وضعیت از نزدیک ببینن. خب ما میخواییم که این ویدیو را با هم یک جا ببینیم و بعد روش تبصره میکنیم.
گزاری فرانسه گزارش می‌دهد که کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد بر سفرهای عبدالباقی حقانی سرپرست وزیر تحصیلات عالی و سعید احمد شهید خیل معین وزارت معارف ممنوعیت وضع کرده است. برخی از دیپلمات‌های سازمان ملل متحد گفتند که این ممنوعیت در واکنش به وضع محدودیت‌ها بر دختران دانش آموز و دانشجو وضع شدند. اما به گزارش خبرگزاری فرانسه شورای امنیت سازمان ملل متحد معافیت سفرهای 12 مقام امارت اسلامی را تا 2 ماه دیگر تمدید کرده است. معافیت سفر مقامهای ارشد امارت اسلامی به تاریخ 20 جون پایان یافت. وزیر توسعه و عضو پارلمان بریتانیا در یک گفتگوی ویژه با تلو نیوز میگوید امارات اسلامی باید بر اهمیت آموزش و تحصیل دختران در افغانستان حرمت بگذارد. این درخواست من به تمام مقام های فعلی حکومت سرپرست است که لطفاً ارزش تعلیم را بدانید، درباره آینده این کشور فکر کنید، درباره اطفال این کشور فکر کنید. اگر نسل هایتان تعلیم نکند، شما در آینده هیچ رهبری نخواهید داشت، هیچ اقتصادان نخواهد داشت. شما نمی توانید با کشورهای دیگر جهان یک جا حرکت کنید. این وضعیت واقعا بسیار سخت است و از همین رو ما برای این مبارزه می کنیم. خب بینندگان عزیز، شما این ویدیو رو دیدین. ببینین امروز اعتماد که به طالب نیست، دلیلشی است که بر حرف خود اینا پا می گذارن و اینا نمی خواهند. نمی خواهند که برای دخترها بعد از صنف 6 تحصیلات وجود داشته باشند. اینا بهانه میکنن حتی که برای اینا دیگه اجازه نیست، اجازه نمیتونن با وزیر معارف و معینش که اینا به خارج به بعضی کشورها اینا سفر بکنن، اما بازم اینا به مو عهد خود پابند نیستن. تلویزیون آریانا افغانستان روی خط هستین، بفرمایید. شالا جان عرض سلام ادب. سلام بر شما آقای قیام، بفرمایید. خدمت خودتون تمام بیندای محترم ات یک امیال پیشن شام دیگه در بامیان برف میبارید وادی سال. بله، نه تنها در بامیان که در تقریبا فکر کنم در 3-4 شهر دیگه افغانستان هم است. یکی ننگرهار است که همیشه یک جای گرم سیر بوده که همیشه زمستانش گرم بوده. بسیار عجیب است که در تابستان اونجا برف بباره. ما یک داستان کوتاه برات میگم، خورا ممکن داستان ساختگی باشه. بله. اما هر کس کم دروغ هم ساخته خانه ایش آباد. میگن یک پادشاه بر شکار رفته بود، یک آهو را گیر کرد و آهو در یک باغ خود انداخت. بله. پادشاه کس پیشش داخل شد، آهو از کم آهو موری بیرو بر آمد. بله. پادشاه دید که یک باغ بسیار خوب، درختای انار بسیار، درختای انار است، باغوان خواست. گفت که بابا می انارو دانه چند است؟ گفت دانه بتر مثال گفت دانه یک افغانی. گفت این یک افغانی میتم بیار یک دانه انار بر من همی اوشا بش بی. یام دید که یک آدم تو آلی جام حالو میشه رفت یک پتنسک گلاس شش شده یک پتنس ماند، آمد یک رتوی مردکر گرفت یک دانه انار کند، یک انار که پچق کدم یک دانه انار یک گلاس پر کد پر. بله. ای را خورد، پادشاه را بسیار زیاد مزه داد. مگه این مردکه نمیفهمه که آدم پادشاه است؟ ای را که بسیار مزه داد گفت یک رو پیره گرد، گفت دیگه یک دانی دیگه برم بکنی، دانی دیگه را کبرش کن. در دل پادشاه گشت. دیانت پادشاه خراب شد، در دلش گشت گفت من پادشاه یک مملکت، باقیم بسط ها متخص زراعت داره، هر سال دوا پاشی میکنم، کودی که میمیتم یک دانه انار من نیم یک گلاس پر نمی کنید، یک باغوان جلمرغ یک دانه انارش یک گلاس هم پر کرد و چقدر مزدار بود. در دل پاچا گشت دیانت خراب شد. ای رو پیه گره که دادی باز از امو درخت یک دانه دیگره کند، در هر پر که پچق می کنید چه شهو نمبرایه. پاچا گو بابا دهی چیه اصلاف پیشتر یه عظمی درخت یک دانه برم کند یک گلاس پر کرد بسیار مزدارم بود، ای دونگره کند یک چهو نمبره. باغوان گفت صاحب دمی دقیقه یا دیانت من خراب شد یا دیانت پادشاه اسلام. دیوال ممکن است که پادشاه افغانستان هم در دست یک تعداد مردم است که ممکن یا دیانت خوب بر افغانستان نداشته باشن. در این وادی سال والا که در زندگی خود من 73 سال آدم هستم، اگر داشت در بامیان یا در جلال آباد برف بباره، یا در این وادی سال در چهار سرطان از که هوا گرمی شد متعلیم مکتب را از خط میکن از خاطر بسیار گرمی،
همین مصیبت سر مصیبت آمده میره. ممکنه داستان یک مورد گفتم ساختگی باشه. نه خیر، ما ببخشین، ما باید موضوع بگیم این ساختگی نیست. ما خودم این داستان چند بار از مادرم شنیدیم و او بسیار در مسائل تاریخ و از یکی از پادشاه هاست اسمش هم گفت یک بار. این یک قصه واقعیت است، یه قصه واقعیت است و ما عرفای شما رو به کلی تایید میکنم که یک نیت بد وجود داره. من فکر کنم که اینا بسیار خوشحال هستن که مردم در حالت بدبختی قرار داشته باشن، برای بقای خود خوشحال هستن که مردم به می حالت باشن، که یعنی در مقابلشان چی نکنن، استاد نشن. بله بله. اویش من نمیفهم خوراک، اما گفترم دیانت تاست که یعنی دیانت یک زمانداری یک مملکت اگر خوب باشه هر چیز خود به خود سربراه میشه. حالا شما فکر کنین آقای خیام، شما که مثلا بیشتر در افغانستان بدین، شما تا امروز دیدین او جالی را که در بدخشان و سرپل و یک دو شهر دیگه هم است، جالی بود که اصلا ما اصلا نشنیده بودم و ندیده بودم به این بزرگی. بله بله. در این وادی سال که هیت منطق قبول نمی کنه، گفت مدرسه گرمی زیاد، بچه هم مکتب رسخت می کن که در جلال آباد چه در بامیان اینجا برف باره و اصلاحات مردم اخراب کنه، سیلاب می آن زلزله می شون که مردم به چی. اگر خوراک مردم چی شده، امی لست امی مردم هایی که در پکتیکا است که کام فامیلا نمرهش پیدا کرده بتانی ما مو رسپانسر میشم از اینجا کمک میکنم، خصوصا برای کسایی که بعد سر زلزله سلامت دیدن. اگر موفق شوی که کنم فامیلا پیدا کرده بتانی و متعقن باشی. بله اتمن اتمن انشالله. ما مو رو باز لطفا برام زنگ بزن. بسیار تشکر آقای قیام، لطف کردید. مهربانی میکنی. خب بینندگان عزیز، خب ای عاقبت مردم با کجا می انجامه؟ عاقبت افغانستان نظر به این حالت که ما می بینیم بالاخره ای چی خواهد شد؟ ای یک تشویش بسیار بزرگ است. ببینید این موضوع حالت عادی نیست، امی حالت که امروز در افغانستان رونما گردیده، هم از نگاه مصیبت های آسمانی و زمینی و هر نوع مصیبت شما ببینید در افغانستان است. یکی مصیبت آسمانی است که ما میبینیم که هیچ وقت در افغانستان در یک وقت و زمان 3-4 مصیبت همزمان واقع نشده و او همچی حتی در قرار که بیننده عزیز گفتن اینا در مورد جلال آباد گفتن یا ننگرهار، اما ما میبینیم که حتی در جایی که همیشه در زمستان برف باری، مثلا سالنگ، کوههای سالنگ، یا در سالنگ به این اندازه برف باری نبوده که در تابستان در ماه سرطان که راه ها بند شوه و یا مسدود شوه و راه عبور مرور به کلی مسدود باشه. این یک چیز بسیار ناممکن بوده. خب و این جاله که در چند شهر و در 8 شهر دیگه سیلاب و در چندین شهر برفباری و بالاخره در چند منطقه از پکتیا و پکتیکا و خوست زلزله مرگبار که ما بسیار جای تأثیر است. یعنی ما اصلا باور کردنی نیست، اصلا باور کردنی نیست. اما امروز هر چیزی که در افغانستان صورت میگیره قابل باور نیست. خب ای ما اگر بریم بازم که ای افغانستان بالاخره حالتش به کجا می انجامه. تلویزیون آریانا افغانستان روی خط هستن، بفرمایید. شهلا جان سلام. سلام آقای آرش، بفرمایید، خوب هستین؟ بازگشت شما را به برنامه‌تان خیر مقدم میگم. تشکر آقای را، شما لطف کردین. و باید قبل از اینکه شما صحبت بکنین باید بگویم که آقای آرش یکی از بیننده هایی هستن که به برنامه ما همیشه کمک کردن و این بار هم $100 کمک کردن. و قبل از اینکه آقای آرش شما صحبت هایتان را بکنین باید ما ایره بگویم که بیننده های عزیز اگر میخواین برنامه ما بقا داشته باشه لطفاً کمک کنین به برنامه ما. و همچنین یعنی کمک های بسیار زیاد نه، هر کی میتونه که مثلا $30 $40 که با هم یک جشن میتونین که کمک کنین تا برنامه ما
و همچنان تلویزیون جهانی آریانا که سالهای سال خدمات زیاد کرده در بیرون از افغانستان با پای خود بیسته. بفرمایین آقای آرش، صحبتهایتان را بکنه. تشکر شهلا جان از حسن نیتتان، از ای که قدر می دانین یک کمک ناچیز مرا. مگر ما همیشه گفتیم که ما همه کسایی که به برنامه شما گوش می دهیم و یا حتی که اشتراک می کنیم در روی لین می ایم در خواهد طولانی گپ می زنیم، باید یک کمک هم بکنیم، همه اگر کمک کنیم این برنامه به جای خود استوار می مانه و شاید هم مدتش هم بیشتر شد از یک ساعت به دو ساعت ارتقا کنه. و این برنامه یک برنامه سیاسی فوق العاده است که برای ما مغتنم است و ما قدر می دانیم. تشکر از تشکر. و من تأثیرات حمید خود نسبت حادثه اولناکی در صفحات شرقی و جنوبی افغانستان واقع شد ابراز می کنم و روی کسایی که شهید شدند شاد و کسایی که زنده هستند و در حال خوب نیستن بر شفای عاجل میخوایم و امید است که زندگی برشان بهتر شده بره، اگرچه که حال بسیار مشکل شده زندگی مردم در افغانستان. شهلا جان شما از صحبت کردین از ژاله و برفی که در صفحات گرمسیر کشور رخ داده و او را ارتباط دادین به نیت بعد طالب. خب بیننده عزیزی که قبلا گفتن که یک داستان را گفتن و به نظر من تا اندازه خب آقای قیام گفتن درست است، قصه که گفتن او یک واقعیت است داستان، اما تا اندازه میتونه صدقم بکنه. یعنی ببینین در این حالت ببینین اشتباهاتی که طالب میکنه، وضعیتی که طالب در مقابل مردم داره، خشونتی که در مقابل مردم داره، به عهد و حرفای خود هیچ وقت پابند نبوده. ببینین نه تنها خودش در دنیا شناخته نشده بلکه مردم هم تحت فشار قرار داده. ما چی میگم برای شما، ببینین تغییرات اقلیمی بسیار زیاد شده، نه تنها به طرف های شرق کره زمین، این طرف های ما غرب همی تغییرات آمده. اینمی چیزا باعث شده که در مثلا در جلال آباد یا لنگرهار برف شده یا جاله شده و چیزا شده و یه ارتباط نمیگیره که به خاطر قدم نیک قدم طالب نیک نیست و دیانتش و نیتش خوب نیست، چیزا شده کارا شده کارهای خداوندی. خب نیت خودش نیت خودش خودش خراب کرده به خاطر ای که بله. کمک‌ها برش بسته میشه، برای ای که حتی ببینین که امروز وزیر معارف و معینش اجازه بعضی کشورها اجازه سفر نمیدهش و همچنان بسیار کمک‌ها برشان مستقیم داده نشده. اینا آنقدر زن ستیز هستن که هر نوع بدبختی را قبول میکنن اما نمیخوان که دخترها چی بکنن، تحصیل بکنن. یا اگر به برتان بگوی من نمیخوایم وقت تان زیاد بگیرم، چرا کسای دیگه مشتاق هستن در برنامه شما ایسته بگیرن. ببینین ما یک چیز میگم برتان، سیاست جهان نه تو دانی و نه من، حل این معما نه تو خانی و نه من، این سیاست جهان است، سیاست امریکاست. امریکا پس در ظاهر برخلاف از این هاست، مایم در باطن طرفشان است. باید بفهمید که اینا توسط امریکا آورده شدن و امریکا اینا را حمایت میکنن. حالا می سعی کنین که پول رایج افغانستان تا بال اوقدر ارزش خود از دست ندادن، همون زیر 90 و 100 چیزا. ببینین که از ایران چه رقم از پولش، این به یک تومان به 32,000 یک دلار به 32,000 تومان رسیده. بله بسیار خوب. یک گپ هست، بله. یک گپ هست که پشت طالب گرم است که کارها را میکنن و بازی با اینده شاید ما شما بله بسیار شد. تشکر دیگه من وقت شما رو نمیگم، خوش آمدین به برنامه تان. تشکر، خداحافظ. تلویزیون آریانا افغانستان روی خط هستین، بفرمایید. شهلا جان قند هستین شما؟ بله. شهلا جان هستین؟ بله بفرمایید. بله السلام علیکم شهلا جان. سلام بر شما. خوب هستین؟ تشکر. دیر با دیدیم به تشکر که خوب هستی، صحت داری، فامیل خوب باشه. تشکر لطف میکنیم. شهلا جان قم قربان شم، این نفر که گفت که قدم من در یک قیده 100% هستم که بسیاری کسیفای ریشدارا قدم بعد قدم
بد نیت، بد روه، بد کردار هستن. امی دخترای زنایی که در خانه شانده کلگ زی خدا داره و سنا داره، خداوند یار از این بدتر بشرمانه. افسوس افسوس که معلم افغانستان ما چیز کرد. بله بله دوستیان. بله بفرمایید. و بله قربان شم، من بسیار دیگه یعنی از نیه قدم بعد از این کسی فاس که نیمی حالت آمده میره. من افتاد سال هست من در زندگی ندیده بودم که تیه گال آمده باشد که از قدم بعد از این کسی فای یال آمده. بله درست است. نادانین تماش میکنم قربان سر تشکر جم. بسیار زیاد تشکر لطف کردم. خداحافظ. با مذرد که یکی از بیننده عزیز روی خط بودن میتونن دوباره زنگ بزنن. خب به هر حال بیننده عزیز، خب ای که قدم شوم یا هر چی که اینا دارن، ببینین وضع افغانستان بسیار زیاد خراب است. تلویزیون آریانا افغانستان روی خط هستین، بفرمایید. سلام و احترام خدمت شما شالا جان محترم. سلام آقای ریحا، تشریف آوری شما را خیلی مقدم میگویم. تشکر لطفا دوباره خوش شدیم از برنامه ناب شما. دیگه موضوعاتی که شما مسئله ساختین سر که کی خوش قدم است و کی بد قدم است، این مسائل هست دیگه. منطقه ای اصلا متوجه تمام ملت افغانستان است. تمام ملت افغانستان باید بوش بیه، مخصوصا دانشمندایشان سب، اهل خبرهشان، طبقه منورشان سب، که ملت بیچاره سب مالیه داده پولی خود سب اینا رو سب پرورش دادن در خارج رفتن و هنوز هم اینا سب در مخالفت قرار دارن. ایتونست که آقای را ببخشین که حرفتان گرفتم. یک موضوعی است که در افغانستان که ما اگر شما متوجه باشین آقای رها، در چند ساله که ما برنامه داشتیم همیشه فقط به خاطر اتحاد بوده، بر خاطر اتحاد بین اقوام افغانستان بود. تمام برنامه ما بر وحدت ملی بوده و بر ملت سازی. اما امیدوار هستم، یگانه آرزوی ما است که ملت افغانستان با هم اتحاد کنن. پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک، پشه‌ای، ایماق، هر کدامش که هست با هم اتحاد کنن. اینا یک ملت هستن در حقیقت. میدانین که آقای رها تاجیک افغانستان، من یک بار از نگاه سیاسی علمی امیر تشریح کردم که ملت افغانستان، ما مالتی نیشنز و مالتی استیتس هستیم، یعنی همخون هم میبینن. تاجیک های ما میبینن به تاجیکستان بیشتر علاقمند هستن، بلزی که میگن تاجیک هستن همخون هستن. پشتون های ما بیشتر میرن به سوی مثلا پیشاور و پاکستان، اینا فکر میکن که همخون هستن. هزاره ها به خاطر مذهب خود به طرف ایران میرن، به خاطر که هم مذهب هستن. ایراتی ها بیشتر به طرف ایران چون نزدیک هستن به اون طرف. ببینین یک روز یک چیز ما باید بدانیم، روز بعد که به افغانستان میایه، به جز از تاجیک و پشتون که به درد هم دیگه بخوره، نه تاجیک تاجیکستان به درد تاجیک میخوره و نه پشتون پاکستان به درد پشتون میخوره. امی تاجیک و هزاره و ازبک و پشتون است که باید به هم دیگه میرسن و به درد هم دیگه میخورن. بنابرای اینا باید یک ملت چون، زیر یک بیرق استاد چون و ایچ اصلا فکر نکنن که من پشتون است، فقط فکر کن که من افغان هستم. امی برشان مهم است. کاملا سب شما درست می فرماین سب. اول باید یک اعتماد بوجود بیاید در مابین ملت های افغانستان و این اعتماد که ما بوجود آمد سب، باز او وقت اتحاد هم بوجود می آید و اتحاد که بوجود آمد سب، تمام رونق ها بوجود می آید سب که جامعه هزار نگاه پیشرفت می کنه. و اول ما باید در یک تشکل سیاسی، در یک تشکل سیاسی متخصص باید فوکس بکنیم سب که چطور این میتونه سب که جاگزین ای دولت طالبانی باشه. ولی ما فعلا هیچ بدیل نداریم. وقتی که ما این صحبت ها رو میکنیم، انتقاد رو میکنیم، خب یک بدیل خب باید داشته باشیم که او نباشه ای باشه. خب ایرم نداریم سب، این نمی آمادگی ما تا باری در 40 سال نگرفتیم. خب مجبور استن سب اجنبی ها سب
گروه های مختلف تشکل بتن سب و رو سپورت بکنن و رو داخل بسازن و چیزی که پلانایی که در ذهن داشتن سب و تمامش عملی شد. حالا یک مرحله بعدیست، بعدی اشغال است سب اینجا. این کارهایی که میشه اول خب اول هیچ کس سوال نمی کنه که چرا حکومت طالبان سرپرست. سرپرست یعنی چی؟ سرپرست به معنی از اینکه یک دوری موقتی است. خوب در قبال از چی است و چی وقت است و دوره دائمیش چی وقت آغاز میشه این معلوم نیست. دواله قانون وجود نداره صاحب. قانون ما صاحب چیست؟ قرآن پاک است. درسته قانون ما شما قانون تمام ممالک اسلامی قرآن پاک است، ولی یک قانون اساسی دیگه هم داره. ولا چیزی که ما میکنیم در چوکات قرآن است. خیلی چون شما تمام ممالک دیگر تکذیب میکنیم که اونا تمام عملشان در چوکات قرآن نیست. این رقم یک مسابقه جهانی علیه خود دولت های اسلامی است به اول اینا آغاز کردن. بله بله. ولی بینید که سب جلب معرفت گرفتن سب دخترها رو نمیمانن و سب کار موجود نیست. سب فلاکت موجود است، فلاکت طبیعی هم سب از او اضافه میشه. سب خود تقصیر از اینا نیست، منتها هست آفتی که می روز سر افغانستان سب تمام ملت افغانستان تکان میده. خداوند تکان میده که شما آگاه شوین، اوش بین، اوشیار شوین سب متحد میشین، هر چیزی که میشین یک رهبر برای خود درست بکنه، یک جامعه درست ایجاد بکنه. شما را ما هر چیز دادیم، ذخایر زیاد دادیم، هر چیزی که شما خواستین سب او را برای شما دادیم، ولی اتحاد نداره شما. بله متاسفانه. کبر میکنین سب، کبران کردین، کبران نیامت کردین سب و تمام مشکلاتی که امروز موجود است سب به خود ما راجعه میشه سب. و اول علمی کسایی که امیال همه آقای قیام سب صحبت میکنین که یک نفر پیدا کنین سب که ما برز نکو قربان احساسشان شوم. اونتا ما 12 سال قبل امیر چی کردم سب که تشکلی باید باشه که مواد غذایی و البسته و دیگه و دیگه و گوداما پر باشه و صدق مادر وطن تشکیل شوه و سب که در وقت ضرورت به اونا توضیح شوه. هیچ کدامشن اوه چی میکنی؟ توی گفای اضافی میدنی. خوی گفا هست دیگه مجبور استیم ما و شما سب همی صحبتهای خود ادامه بتن تا که بتانیم سب که به یک شکل عملیش اینمی اتحاد راسخ افغانستان محسر بسازیم. و که فعلا یک چیست، یک دریم است، یک خیال است، یک خواب است. دیگه شما را خداوند بسیار تشکر سب. از برنامه شما بسیار تشکر. خوش آمدین سب. تشکر. لطف کردین آقای را. خداحافظ. تلویزیون آریانا افغانستان روی خط هستین، بفرمایین. سلام شهلا جان. سلام بر شما، بفرمایین. گفت بسیار خوبی گذی. خوب شد که آمدیم، ماندنه باشی، خوش آمدیم. تشکر، زنده باشین. این تو دست که صاحب علی مو شما که میگین که وعدت کنیم افغان ها یک پارچه و یک دز باشه، خب ما رو به وعدت یک پارچگی میمانند. خب مردم هم خودشان سردگیری بان کنن. حالا شما ببینین صاحب که ریاست خود رو پیشتر گفت منه کل گفش در صاحب صاحب تیشه فاب هم نشد کل گف در صاحب صاحب رفت. حالا می علمند و قندار امین مردم های پشتون ها ما هم افغان هستم، ملیت ما پشتون هست، قوم ما صافی، زبان مادری ما دریست، ما فاشست نیستم. امی طالب ها از امی علمند و قندار این مردم ها را چرا جمع میکنن یا میبرن در شمالی در پنشیر کنجا طفل مردم هم میکشن، زن مردم هم میکشن، مواشی مردم هم میکشن. ما چه قسم کت از یا وعدت کنیم؟ یک بار خیلی طالب های خاین بیابروی بی حرمت و شرف باخت آمدن تاک تاکستان دو سال پانده سال مردم عزیز... شمالی یک کندن. اجازه باشه؟ بله اجازه بفرمه. تاک دو سال و پانزده سال مردم هم کندن باز یکام تا میگو بلا سر تاکای کندن خب بازونن تا پس چیز را سر شاخر کشید. خب مردم نمیفهمه شنیدیم که دیم چیز چی بالا دیمزنگ از کجاست یا به چیز یک شار است ولی از دیوان خانهش خبر ندارن.
تا که گلونبر کنی او دادا سال دیگه ما از کش میبرایه او تا که چی میکشه دندانه میکشه دیگه میکشه اشنو سال دربر میگره و زمین از کش میبرایه یک دفعه برن تا که سانه کندن آل مردم از المند و دیگه و دیگه جای ببر در شمالی در پنشه رو زن مردم بکش بچه مردم بکش طفل مردم بکش اید مکتا ما مطار پشتون بودم آل من نه پشتون هستم نه تاجیک من اید کت پشتون آشتی ندارم خدا روزش بیاره که چه یک تا فرحل نبکشی چه ست تا پشتون نبکشم دم دانشان مرمیدیم که از گردنشان برن این فاش سال 1813 تو 1819 24 منطقه را با بعد اجنبی دادن از قرن عبدان سر ما حکومت میکنن میرن مردم های پشتون های فاش هم میارن در شمالی اونجا مردم ها میزنن میکشن اید مکتی ها وعدت ندارم اید یا پشتون نیستن یا فاش هستن مملکت تجزیه شد همین نظریات ما بود تشکر بیننده عزیز بشنوین جوابتان تشکر خب بیننده عزیز ای که طالب همچو کار را میکنه ای به معنی طالب نماینده پشتونا نیست یکی من بردم ایر بخاطر از این نمیگم من پشتون هستم یا من تاجیک هستم یا من بازبک هستم ببینین ما ضرور نیست که ما طالبا را وانمود کنیم که اینا نماینده پشتونا هستن ما بسیار پشتونای خوب داریم ببینین از دوره ظاهرشاه که بود خودش یک پشتون بود دوره داوود خان بوده پیش از او بوده یعنی این مسائل قومی و این مسائل بعد از امی موضوعی که نمیدانم مجاهدین آمدن و بعد از این موضوعاتی که در داخل پاکستان بود و بیرون شد و اصلا این موضوع تاجیک و ازبک و هزاره اینا کلش از کشورهای منطقه بیشتر به افغانستان شد هر کسی که به افغانستان دشمنی داره به طریق مردم استعمال میکنه شما اگر متوجه باشین هر کسی که یعنی برای افغانستان وحدت ملی را میخواه از بین ببره نفاق بیاره هر کدام اینا وابسته به یک کشور بودن یا با پاکستان هستن پاکستان هیچ وقت نمیخواه که ازبک و تاجیک و هزاره همش با هم یک جوشه مثلا ایران یک دولت آخوندی ایران من نمیگم که دولت های گذشته ایران چی بوده دولت آخوندی ایران به این صورت نمیخواه که مثلا یک اتحاد بین هزاره و مثلا هزاره و پشتون و تاجک و یا مثلا مذهب شیعه و سنی باشه یعنی هر کدام اینا به قسم خود نقش خود را بازی میکنن مثلا شاید از کشوری مثل روسیه مثل چین هر کدام اینا اهداف داره در آخر انگلیس مثلا هر کدام اینا اگر چون اگر در داخل افغانستان تاجیک و پشتون و هزاره و ازبک همه اینا همدست شوند هیچ کس نمیتونه هیچ کس قدرت نخواهد داشت که در افغانستان بخواهد که کار بکنه یا افغانستان خاکشه یا معادنشه یا از هر کدامش استفاده کنه شما فکر کنین اگر افغانستان یک ثبات داشته باشه یک ملت سازی شه اتحاد باشه در بین اقوام افغانستان آیا میتونه پاکستان اهداف خود پیش بره نخیر آیا انگلیس میتونه اهداف خود پیش بره نخیر آیا ایران میتونه که مثلا لشکر فاطمیون یا دیگه و دیگه یا یک چیز در داخل افغانستان بکنه نخیر به هیچ صورتی نه ببینین ما ای که ما تمامه پشتونا را مثلا بگویم که ما میخواهیم که پشتونا این کلش یک زیادتر یک فرهنگ نفرت ایجاد میکنه در بین تاجیک و پشتون و هزاره چرا ما کوشش نکنیم مثبت بیاندیشیم مثلا ببینید در داخل افغانستان اقوام افغانستان با هم خیشی دارن با هم دوستی دارن ببینید وقتی یک چیزی که به سطح سیاسی است مثلا میگم آقای غنی یک آدم متعصب بود یا آقای کرزی فلان آدم بود یا آقای نمیدانم فهیم که یک وقتی چی بود یک فکر دیگه داشت یا مثلا بگیم که آقای محقق یک چیز دیگه داشت ببینید ما کوشش نمی کنیم که ما به سطح سیاسی گپ بزنیم بخاطر که کسایی که در سیاست داخل هستن خواهی نخواهی یا وابسته هستن یا به یک ترتیب یا یک اجندای شخصی دارن اما اگر ما بریم به سطح ملت
یعنی ما از طالب در اینجا صحبت نمیکنیم. طالب یعنی چی؟ خود طالب دست پرورده پاکستان است. ما نمیتونیم که تمام پشتونا را از آینه طالب ببینیم. این طالب ها مردمی هستن که تحصیل ندارن، یعنی ایژوکیدت نیستن، اینا بیشترشان بیسواد، از اینا اصلا توقع نداشته باشین. اما اگر ما به سطح ملت بریم، ملت افغانستان هیچ وقت با همدیگه مشکل نداشتن که پشتون است، تاجیک است. من امروز من خود را پشتون نمیبینم، من هم تاجیک خود را میبینم، هم ازاره، هم ازبک، هم پشتون. بنابرای است که ما باید هر کدام ما امی فکر داشته باشیم. اگر هر کدام ما همین فکر داشته باشیم که ما هم پشتون و هم تاجیک و هم هزار، ما میتونیم که با هم متحد باشیم. ما میتونیم ملت سازی شویم. ما باید زیر یک پرچم یا بیرق و به زیر یک نام یک کشور یک جا شویم و هم خود را پشتون بدانیم هم تاجیک. یعنی چی؟ ما به درد یکی دیگه برسیم. و همینطور هم هست. سالهای سال در افغانستان پشتون و تاجیک و هزاره همه به هم دیگه رسیدن، اما امروز که سیاستهای دنیاست، سیاستهای کشورهای بیگانه و این مسائل افغانستان یک تعداد نوکر و مزدور بیگانه ها ساخت، اونا هستند که در داخل افغانستان موضوع پشتون و تاجیک و اینا را بلند میکنن. در غیر او ما همه یکی هستیم. ما هیچ از یکی دیگه ببینین، وحدت ملی یک چیز است که ما همیشه ای را گفتیم. چی باعث وحدت ملی میشه؟ وحدت ملی چیست؟ و او هم ای است که ما یعنی تساوی حقوق باید در میان اقوام مختلف باشه. یعنی هر وقتی که ما عدالت اجتماعی داشته باشیم میریم به وحدت ملی. از وحدت ملی ما میریم به ملت سازی. این قدمایی است که برداشته میشه. خب در افغانستان اگر طالب ظلم میکنه، اگر طالب کی است؟ طالب توسط پاکستان تربیت شده. خب پاکستان میفرستیش که برم چه کارایی را بکن. خب وقتی که ما غلام بدیم، نوکر بدیم، هر چیزی که بیگانه بر ما میگه ما همون کارم میکنیم. خب ای که مثلا طالب چی میکنه باز ما دشمن پشتون چه می به نظر من یک چیز غلط است. بسیار پشتونایی است که امروز به خاطر تاجیکا صدا بالا میکنه. شما در چیای اجتماعی برین، دمی میدیاها برین، شما بشنوین که یک پشتو زبان از حق تاجیک دفاع میکنه، یک تاجیک از حق پشتون دفاع میکنه. ای به این معنی نیست که ببینین این چیزی که بیننده عزیز گفت، من ملامت نمی کنم، خب من چیزایی دیده، اما باور بکنین که امی کشورهایی که میخوان در داخل افغانستان رخ نکنه، افغانستان به بدبختی برسانن، اونا کلش آرزوش امی است که مردم امچه صحبتهایی را بکنه، در حالی که امی چیز میخواهن، امی شقاق و نفاق میخواهن در افغانستان. پس ما چی؟ وظیفه ما چیست؟ وظیفه ما ای است که ما وحدت ملی بیاریم. ببینید من در برنامه خود، من چند بار دیگه هم در گذشته گفتم که من برنامه داشتم که یک مقالات نوشته کردیم درباره وحدت ملی، درباره زیک چطور به انسان آدمیت، به انسانیت بریم، چطور ما این دیوارهای تعصب، این دیوارهای خودساخته تعصب بشکنانیم، از او عبور بکنیم و بریم به همدیگه. حتی این گلوبالیزیشن چی معنی داره؟ تمام دنیا به همدیگه اس انسانیت دارن، مثل که امروز به افغانستان بدبختی میه، تمام دنیا برش کمک میکنه. یعنی ما چی میکنیم؟ یک اس انسانیت است، یعنی برای هم نوا خود، بدون در نظر داشته دین، مذهب، قوم و قبیله و تبار و نژاد، همه به هم دیگر کمک میکنیم. یکی از معنی مفهوم گلوبالیزیشن بر علاوه که مسائل مثلا تجارت اندپندن است یا مثلا یکی به دیگر کمک های است، کشورها به می ترتیب میتونن که صلح در دنیا به وجود میه و موضوع انسانیت بالاتر میره و بیشتر میره، هم نو دوستی بیشتر میشه. بنابرای است که ما باید این دیوارهای تعصب قومی، زبانی، تباری، مذهبی را باید بشکنانیم، از این عبور کنیم تا بتوانیم در یک جامعه را به صورت درست بسازیم و بتانیم که ملت سازی کنیم. و بعد این مرزها اصلا مفهوم نداره.
ما میتونیم از این مرزها عبور کنیم، بتونیم به کشورهای دیگه. این مرزها یعنی ساختمان جغرافیایی، در اصل کلش انسانیت است، هم نو بودن است. این موضوعی که ما نمیدانم نژادی و قومی و تباری و دینی و اینا همش فقط چیزهای خودساخته ما هستند، اما در اصل تمام ما اولاد یک پیامبری هستیم که آدم، کل ما یکی هستیم، هیچ کس از دیگه بالایی نداره. هزاره، ازبک، تاجیک، امریکایی، اسرائیلی، ایرانی، پاکستانی، کل ما یکی هستیم. اما نباید ما فرهنگ تنفر و تعصب داشته باشیم. مثلا من یک افغان هستم، درست است، پاکستان چی جنایتی نیست که بر افغانستان نمیکنه. امروز تمام بدبختی ما بیشتر پاکستان نقش داره، اما من با یک پاکستانی مشکل ندارم، من با ملت یک کشور مشکل ندارم. اگر من با پاکستان دشمنی میکنه، اگر من با ملتش دشمنی دارم، وقت مشکل از خودم است. مشکل تنفر است، مشکل فرهنگ تنفر، فرهنگ نفرت ما باید از خود دور بکنیم. مثلا دولت ایران، دولت ایران ای که افغان ها را در داخل افغانستان، در داخل ایران زجر میکنه، دولت یا پلیس ایران، این معنی نداره که من با ملت ایران دشمنی داشته باشم. اگر داشته باشم، او عقده شخصیم است و یا نفرت، فرهنگ نفرتم است. برای که بسیاری مردم ایران است در مقابل دولت خود بر مردم افغانستان مبارزه میکنن. من شخصا یک برنامه تلویزیونی ایران بود که دولت خود را بسیار توهین میکرد برای افغانها، برای اینکه میف افغانها باید زندگی بهتر داشته باشند. من در تلویزیون در برنامه، یکی از برنامه های بی بی سی برنامه داشتن که تمام دانشمندای ایران، دولت ایران و پاسدارای ایران به خاطر ظلمی که در افغانا میکردن بسیار مورد نفرت و انزجار قرار دادن. این یک چیزی است، اما اگر ما در مقابل مردم بیگناه ایران بخوایم نفرت نشان بدیم، او عقده شخصی است و یا او عقده است که یا نفرت است یا کدام تعصبات دیگه است که من بدل دارم. در غیر او وقتی که ببینین، و اگر انگلیس کار میکنه و من یک انگلیس هم میبینم، من با او کدام مشکل ندارم. ای کلش سیاست های دولت ها هست، ای کلش سیاست های کثیف دولت ها هست که یک ملت یا یک به یک کشور بخاطر منافع شخصی خود کار میکنه، اما ملتش که کار نکرده. من یعنی دولت پاکستان بیشترین بدی در افغانستان که، اما من با ملت پاکستان هیچ نوع بدی ندارم، چرا اصلا تنفر داشته باشم؟ فرهنگ نفرت بسیار یک فرهنگ بد است، یا ای از تعصب برمی آید یا از عقده‌های شخصی برمی آید و یا از حماقت. در غیر او ما به حیث انسان، به حیث امن، باید به تمام مردم دنیا بدون در نظر گرفتن مرزهایشان باید ما امنوی داشته باشیم. مثل که در افغانستان امروز ببینید، ما چندین بار این مثال دادیم، انجلینا جولی کی است؟ یک خانمی که خودش کریستیان است و بهترین و زیباترین یک ستاره فیلمی سینمای امریکا هست و خودش کمک های بشریش. ببینید امروز این خانم با این زیبایی، با این مقام و اینای خود، یک طفل افریقایی که چقدر ظاهرن کثیف است به آغوش میگیره، این میره پاکستان و افغانا رو چه قسم کمک میکنه. چرا ما مثل اینا نمیشیم؟ چرا ما مثل مادر تریسا نمیشیم که میرفت به هندوها کمک میکرد؟ چرا ما باید به خاطر مشکلات دولتی ما عقده با مردم داشته باشیم، با ملت داشته باشیم؟ نه خیر، اگر ما با یک ملت عقده داریم، اون مشکل شخصی ماست و یا فرهنگ نفرتی است که در وجود ما کاشته شده و یا خود ما میپرورانیم. ما باید از این دیوارهای تعصبات بیرون شویم. ما ببینیم، ما مردم به دنیا، موضوع گلوبالیزیشن است،
به دنیا یکی به دیگه کمک میکنه. اما ما بدبخت ها در داخل افغانستان هنوزم میگیم که پشتون است، تاجیک است، یزار است. ما باید یک ملت شویم تا بتوانیم تمام دولت هایی که فکر بدی برای ما و به کشور ما داره اونا رو شکست بدیم. بنابراین ما به بیننده قبلی ای حرف زدن، من میدانم که کدام مطلب دیگر نداشتن، احساساتشان جریادار شده، کارهایی که طالبان میکنن کارهای درست نیست، کارهایی که اینا میرن و خلاف حقوق بشر است، اینا مردم در خشونت قرار میتن و یا اگر واقعاً اینا به حق مردم بیگناه پنچیر امی کارا رو میکنن که مردم میبرن و قتل عام میکنن و به ناحق نسل کشی کنن به هزاره، یا اگر واقعیت داشته باشه، این نه تنها خلاف آدمیت است، این خداوند هر نوع بدبختی رو برای خودشان میاره. هر کاری که بکنن نتیجهش بالاخره خودشان میبینن. اما یک چیز بازم به بیننده عزیز میگم که شما تمام پشتونا رو نگوین. تمام پشتون یک ملت است، یک تبار است. ببینین هر قوم خوب و بد داره. شما نمیتونین تمام پشتونا رو بد بگین. ببینین یکی از اون پشتونا که همیشه ما گفتیم ما هم تاجیک و هم تبار و حتی از برای هزارا عشق ریختیم، برای تاجیک عشق ریختیم. حتی تلویزیون آریانا افغانستان لطفا یک لحظه بهولد باشین. حتی مرا پشتون گفته در برنامه مانده گفته تو پشتون نیستی، چون ما از حق ازاره و از حق تاجیک دفاع کردیم. اما ببینین ما بازم بر شما میگم که شما بسیار پشتونای خوبی هستن که امروز برای هزاره برای تاجیک صدا بلند میکنن و تاجیکایی هستن که بر پشتونا بنان برای که ما وحدت داشته باشیم. هیچ وقت همچو حرفایی نگوین که باعث خدا ناکده باعث شقاق یا باعث نفاق قومی در افغانستان شود. تلویزیون آریانا افغانستان رو خط هستین، بیننده عزیز بفرمایید. شهلا جان سلام علیکم. سلام بر شما، بفرمایید بیننده عزیز، شما خوب هستین؟ شهلا جان برای صحبتایتان خو ما قبرت میگم که دیمی سر تا پایت قربان سر جام. تشکر. اگر هر برنامه ساز ما اینه ما قصه مثل خودت صحبت کنم شاید این نفرت و امی قومگرویی از بین بره. بله تشکر یا جان، صفر تشکری کردم، به حد زد تشکر، به حد جان تشکر. تا خانه خداوند خوش باشی و خاطر دی که امی قومگرویی از بین بره. یک جان تشکر جان. بسیار تشکر از شما، خوش. بله این موضوعی است که امروز افغانستان محتاج امی چیز است. ما نمیتونیم که بدبختی در افغانستان بیاریم، ما نمیتونیم که موجب بدبختی در افغانستان بیاریم که مردم را تشویق کنیم تا اینا همه امی فرهنگ. اگر از یک تاجیک از ما بشنوه یا یک پشتون یا یک هزاره، شاید او بیشتر تشویق شوه که بیشتر تاجیک دوست داشته، بیشتر هزاره یک دیگر دوست داشته باشیم. بیاین که تمام این کشورهایی که دولتایش، البته ملتش نه، دولتایی که میخواهند که ما را تیکه و پارچه کنیم، بیاین اونا رو شکست بدیم به ای که اتفاق کنیم، اتحاد کنیم، ملت سازی کنیم برای افغانستان. اگر یک پشتون یا یک کسایی میاد در دولت کارای بد میکنه، تمام پشتونا رو به او قضاوت نکنیم. اگر یک هزاره میاد مثلا به ایران میره یا کار بد میکنه یا یک موضوع مذهبی و اینا رو بلند میکنن، بگذارین تمام شیعه ها رو ما از او زاویه نبینیم، تمام هزاره ها رو به او زاویه نبینیم. اگر تاجیکا کار میکنن که مثلا خدای ناکاسته باعث تعصبات قومی و اینا میشه، ما هر تاجیک به او از دیدگاه او نبینیم. برای اینکه تاجیک، ازاره، ازبک، ایماق همشان گلهای افغانستان هستند، یکی بدون دیگر نمیتونن که افغانستان پیش برن. انشالله با امید موفقیت افغانستان و اتحاد و یگانگی افغانستان برنامه ما اینجا خاتمه مییابد. اگرچه ما بسیار صحبت های دیگر داشتیم که ما چطور میتونیم که در آینده افغانستان بتانیم کمک کنیم، یک راه های حل پیدا شه، بعضی تحلیل هایی داشتم. باشه به هفته آینده خداوند انشالله و تعالی یک وحدت و همبستگی بر افغانستان و یک روشنایی بر افغانستان بیاره. با این امید برنامه خود خاتمه میبخشم. روز و روزگار خوش. خداوند نگهدار.
کنیم.